Ciao, ciao, El. Ciao, ciao. بله، سلام علیکم. خود تقدیم میکنم خدمت یک یکی شما بیننده های خوب آدم خان. امیدوارم که ایام با کامیتن باشد و باز همین جانب آدم خان در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگر. دوستای عزیز، ما در این هفته ویدیو کم درست کردیم، چرا که یک وقفه گرفته بودیم. همان طوری که میدانید کار با کامپیوتر بعض وقتا خسته کن است. اگر بعض وقتا احساس خستگی کردیم، یک چند روز از کامپیوتر دور بمانیم تا همان انرژی و اشتیاق من برگردد. من برای کسانی که با کامپیوتر سر کار دارن این توصیه را دارم که اگر خسته شدید یک وقفه بگیرید تا استراحت فکری داشته باشید. خب، همان طوری که میدانید ما همیشه کوشش میکنیم که مسائل روز را با آنها بپردازیم و یکی از آن مسائل که ما نتوانستیم با آن بپردازیم مسئله مهسا امینی بود که در کشور ایران اتفاق افتاد. خب، بنابراین ما لازم دانستیم تا یک ویدیو درست کنیم و اعلام کنیم که ما مردم افغانستان در کنار مردم ایران هستیم، چون ما تاریخی مشترک داریم و فعلا دردی مشترک داریم. به نظر شخصی بنده، دو کشور ایران و افغانستان از نگاه تاریخی و زبانی و فرهنگی و جهات مشترک بسیار زیادی دارد، غیر قابل انکار است. و به نظر من فعلا هم دو کشور در یک حالت قرار داریم، یک بلای آسمانی سری ما نازل شده یا یک آفتی به ما زده که حتی باغبان هم نمی فهمد. خب، و اما حجاب اجباری و مهسا امینی، نمیدانم چه سری در این حجاب نهفته است که فقط دولت ایران و به تازگی هم که نوی بدترش افغانستان با آن اصرار دارد و جوانهای من را قربانی میکنند. نمیدانم چه سری در این حجاب نهفته است. خب، اگر در اسلام گفته خب کشورهای عربی خودشان را صاحب و مختری اسلام میدانند، این روزه فهمیده است و کسی را مجبور به حجاب اجباری نمیکنند. به طور نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات، قطر، عمان و حتی خود عربستان هم بعضی قید و قیدادی که درباره حجاب داشت برداشته است. اما ما افغانها و ایرانیها چیکار میکنیم؟ و بعض هم مردم ایران با تجمعات و راهپیما هایی که داشتن نشان دادن که توانایی این را دارن که نگذارن که به نام دین هر غلطی که دلشان خواستن انجام دهد. ولی در افغانستان اوضاع فرق میکند. هیولای ما، یعنی هیولای طالب، امروزا جولان میکند و یک تازی دارد. هیچ کس هم جلودارشان نیستن. خب، یکی از سوال هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که چرا در ایران و خصوصا در مسئله مهسا امینی مردان ایرانی با زنانشان همصدا شدند و برای دادخواهی مهسا با هم تظاهرات کردند و در کنار زنان استاد شدند. اما در افغانستان همان طوری که می بینیم تنها و تنهایی علیه گروه قرنبوغ مبارزه می کنند و برای حقوق و حقشان دادخواهی می کنند. به نظر ما چند نکته بسیار برجسته وجود دارد. اول اینکه در ایران جنگ نبوده و سطح آگاهی، فهم، دانش و شعور مردم به مراتب بالاتر است. در کشورشان چند دیر آرام بوده و مردم فرصتی را داشته که کمی درس بخوانند. دوم اینکه همه اقوامشان در این طور موارد همصدا هستند، با اتحاد و همبستگی عمل میکنند. ما میبینیم که مهسا یک دختر کرد که قربانی میشود، میبینیم که پارس، ترک، لور و سایر اقوامشان در اینجا با هم هستند. اما در افغانستان چی؟ در افغانستان اینطور نیست. اگر یک دختر از غرب کابل کشته میشه و یک اتفاق برایش میفته، کسی دنبالش نمیگیره، میگه از قومی فلان قوم است، ما را چی کار؟ و یا اگر در پنجره یک اتفاق میفته، بقیه اقوام نظارگر هستند. بله دوستای عزیز، اینمی به اتفاقی است که ما و شما فهمید امروزه هیچ کار نمیتنیم. خب، ما زیاد پر حرفی نمی کنیم. دوستای عزیز، یک چیز دیگرم خیلی سریع می خواهیم بگوییم و است که بعضی ها به اشتباهی فکر می کنند که ما علیه کدام قوم خاص را هدف گرفتیم. ما با هیچ قوم خاص مشکل نداریم، ما فقط با افکار طالبانی مشکل داریم. افکاری که زنها را از جامعه نفی می کنه، افکاری که با هنر و هنرمند مشکل داره، افکاری که افغانستان را به قرن حجر برده، افغانستان چندین سال به عقب برگشته. ما فقط با این افکار مشکل داریم. و السلام علیکم. خب، یک نمایش ببینیم. آواز خانی در شب
سرچشمه خورشید تو. در بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بی بی شی